درود به همگی، خوش اومدید به کانال میم ولاگ. تو این ویدیو قراره که بازی پرسپولیس و نساجی رو شبیه سازی داشته باشیم، ببینیم که بازی چند میشه. یه بازی خیلی مهم، هفته آخر لیگمون هم هستش و پرسپولیس برای اینکه قهرمان بشه نیاز به پیروزی توی مسابقه رو داره، به خصوص که سپاهان هم یه بازی راحتی رو توی هفته آخر داره. پس پرسپولیس برای اینکه قهرمان بشه باید این بازی رو ببره. ببینیم که نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی چه خواهد شد. بازیکن‌های پرسپولیس رو می‌بینید، چقدر شبیه سازی دقیق و واقعی ترکیب پرسپولیس و نساجی رو هم دارید می‌بینید. اگر در ادامه از این ویدیو خوشت اومد، ویدیو رو لایک بکنید، کانالم سابسکرایب بکنید، واسه دوستاتون بفرستید. تو کامنت‌ها پیش‌بینیتون از بازی پرسپولیس و نساجی بنویسید و اینکه قهرمان لیگ به نظرتون کدوم تیم خواهد بود، پرسپولیس یا سپاهان. هم اول بازی فرصت برای ایساله کسی ضربه که می‌زنه توی توپ بیرون میره. فرصت برای نساجی، کریم اسلامی و گل. گل برای نساجی، اضافه کار 1-0 میشه. در کمال ناباوری نساجیه که پیش میفته به گل کریم اسلامی. اینجا یک بار دیگه با هم دیگه ببینیم، کریم اضافه کار 1-0 میکنه. پرسپولیس دوباره باید بازی رو آغاز بکنه. فرصت برای پرسپولیس هست، ضربه که زده میشه و بلوک میشه و کرنر برای پرسپولیس. ارسال به روی دروازه، ضربه سر ترابی که اینطوری تو بیرون رفت. دوباره فرصت برای پرسپولیس، ایساله کسی، ضربه که میتونه بزنه تو اینطوری بیرون میره. ضربه ایسا این شکلی خطرساز بود. دوباره فرصت برای پرسپولیس، مهدی ترابی، کات بک، فرصت برای پرسپولیس، گل. 1-1 مساوی میشه حساب کار. پرسپولیس 1 نساجی 1، زنده گل سعید صادقی، همینجوری برابر میشه. البته که بگم بازی با سپاهان هم خیلی مهمه دیگه، بازی سپاهان و مس چه مساوی به کار پرسپولیس نیاد. دوباره فرصت هست برای نساجی در آخرین لحظات نیمه اول بازی، 47 دقیقه گذشته. ببینید از این توپ استفاده میکنن یا نه، توپو دور میکنن بازیکن پرسپولیس و سوت پایان نیمه اول بازی. 1-1 مساوی بازی در نیمه اول به پایان میرسه. ببینید که نیمه دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، هرچند که بازی سپاهان هم خیلی مهم هستش. بزن بریم واسه نیمه. خب نیمه دوم آغاز میشه، فرصت برای پرسپولیس هست. از سمت چپ مهدی ترابی، خطا به سوی پرسپولیس، یه پاس مهدی ترابی، دانیل اسماعیلی فر، فرصت برای شوت زنی، واکنش خوبه علیرضا حقیقی. دوباره مهدی ترابی میتونه شوت هم بزنه، ضربه ترابی باز هم حقیقی، خوب ظاهر شده جلوی پرسپولیس. از این تو بایا میتونه بازیکن پرسپولیس استفاده بکنن یا نه. کمال کامبیو بینیا، سلک، دوباره ترابی میتونه شوت بزنه، این سری دیگه موفق نی. تعویض برای نساجی، ایسا آل کثیر، یه بازیکن رد میکنه، ایسا میتونه دروازه رو باز بکنه، ضربهش جوندار نیست و حقیقی، خیلی راحت توپو جمع میکنه. دوباره تعویض برای نساجی، دو تا تعویض همزمان. مهدی ترابی صاحب توپه، یه پاس برای ایسا آل کثیر، ایسا آل کثیر ضربه که میزنه و باز هم حقیقی. کرنر برای پرسپولیس، اینطوری دروازه رو بسته نگه داشت علیرضا حقیقی. کرنر ارسال به روی دروازه، ضربه که مش میکنه علیرضا حقیقی. دوباره از ریباندش میتونه استفاده کنه بازیکن پرسپولیس، عقب تر جایی که گبلیسیانی بود. کمال کامیابی نیا، مهدی ترابی، فرصت برای شوت زنی، ضربه سعید صادقی، تیرک دروازه. 92 دقیقه مسابقه دیگه، آخرین فرصت پرسپولیس برای اینکه بازی رو برنده باشه. پاس برای سعید صادقی، توپ برگشت شده میشد، تمام. 1-1 مساوی میشه این بازی، نتیجه که خب به نفع پرسپولیس نیست خیلی، چرا که سپاهان اگر اون بازی رو برنده بشه، سپاهان که قهرمان میشه. اگر از این ویدیو خوشت اومد، ویدیو رو لایک با کانالم سابسکرایب بکنید و واسه دوستاتون بفرستید. تو کامنت ها بگید قهرمان لیگ به نظرتون پرسپولیس میشه یا سپاهان و نتیجه بازی پرسپولیس و نساجی چه خواهد شد. تا ویدیو دیگه، خدافظ.